خیلی زیادی داشته باشه در حالت اون شخص، لذت زیادی بده براش. پنجم که خیلی خیلی مهم هست، لمس کردن و نوازش کردن هست، تاچ. میدونیم که تحقیقات زیادی شده، یکی از تحقیقاتی توی کتابی هست به اسم Hold Me Tight، تحقیقات کردن که بچه هایی که توی اورفنج هاوس بودن، توی خونه های یتیم بودن و بغل نمی شدن، تو سنین پایین تر همه سکته می کنن و خیلی سریع از بین می رن. مثلا 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، رو سنین پایین شخص ناراحتی قلبی می گیرن و اومدن ریشه یابی کردن، دیدن که این مسئله بغل کردن که همون هورمون اکسیتوسین رو در بدن تولید می کنه، نوازش کردن، بغل کردن، بوسیدن، این یکی از زبانهای بسیار بسیار قوی هست که این حتما نباید در حالتهای خاصی باشه، حتما نباید توی اتاق خواب باشه، میتونه توی یک مهمونی باشه، میتونه توی مال باشه، وقتی صورت دوست همسرتون رو میبوسین یا دستش رو میگیرین یا یه آغوش میگیرین هم دیگر رو بغل میکنین، انرژی خیلی زیادی بین دو طرف در واقع جریان پیدا میکنه و این زبانه در خیلی از افراد حتما هم نباید موقعیت سنی داشته باشه. افراد مسن ممکنه خودشون کنار بکشن، خجالت بکشن، ولی در این آغوش گرفتن، دست همدیگر گرفتن، نوازش کردن بسیار بسیار قویه. چرا؟ اینکه در سطح انرژتیک، در سطح اورا با هم کار میکنی، بینید وارد اورای همدیگه میشین و وقتی که نیتتون نیت عشق باشه، در واقع وایبریشن عشق رو دارین چیکار میکنین، میدین جلو و اون احساسش کاملا قوی هست. ما الان داریم در مورد رومانتیک ریلیشنشپ صحبت میکنیم، اما همه اینا به ریلیشنشپ های دیگه میخوره، به ریلیشنشپ های خواهر برادر، پدر مادر، همه جور ریلیشنشپ افکت میکنه با این جور. بله بله، 100%. شما در وقتی که با دوستتون میرسین ممکنه دست بدین باهاش، ممکنه همدیگر بغل کنین، دوست هم جنستون، دوست در واقع فیملتون، میتونی همدیگر بغل کنین، ممکنه صورت همدیگر ببوسین، ممکنه دست همدیگر برای مدت طولانی تر نگه دارین و دوست هم جنستون میرسید و هم دست هم دست همدیگر میدین، ممکنه چند دقیقه دست همدیگر نگه دارین، I'm so good to see you, I'm so glad to see you. بعد این تاچ و این در واقع اشاعه و یا انعکاس عشق یه حالت تثبیتی رو میذاره توی بدن. بعد ممکنه بلا فاصله بگین Oh, you look so good. همین این تمجید و تشویق دیگه، شما برمیگردی you looking so good, مثلا لاغرتر به نظر میرسی یا نمیدونم خوشگلتر به نظر میرسی، اینا همه چیه؟ تمجید و تشویقه. با یک کلامتون اون حالت کل شخص ممکنه از حالت غمگینی در بیاد بشه چی مثبت بشه. در صورت این ماه فوریه ماه ولنتاین بود، ولی در واقع ماه قلبم هست. میدونستین که ماه فوریه ماه سلامت قلب هست، قلب فیزیکی ما. مشکلات قلب و عروق رو هم ما در این ماه خیلی در بر میگیریم، در برنامه آینده صحبت خواهیم کرد که چگونه میتونین مشکلات مربوط به قلب و عروق، گرفتگی های قلب و عروق، مشکلات احساسی قلب و عروق، اصلا کلمه دلشکستگی که ما در فارسی به کار میبریم چه معنی داره و چقدر این معنیش دقیق هست، احساس دلشکستگی، احساس این که چجوری خیلی اصلا بعد از یک موضوع عشقی، یک شکست عشقی میبینی شخص دچار فشار خون میشه، دچار تپش قلب میشه، دچار نمیدونم ناراحتی، درد در ناحیه سینه میشه، دست چپش درد میگیره، خیلی چیزایی که اصلا میگیم هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط مثلا خب این رابطهشون قطع شده، ولی میبینی که اکچوال فیزیکی قلب شروع میکنه به درد گرفتن، شروع میکنه به ناراحت شدن. این رابطه ها رو ما بررسی میکنیم که چجوری میتونیم در واقع باز کنیم اینها رو. بله. پس just to review، 5 نکته هست: noticing and appreciating، spending quality time، receiving gifts، service and touch، physical touching. البته receiving gift، giving and receiving gift اگر میخواین منشن کنین اینجوری بهتره. و سوالی که کردین که به چه صورت میتونیم اینها رو در واقع آیا باید تکرار بشه، یکی از چیزهایی خیلی مهم اینه که یه سوال خیلی ساده از همسرتون میکنین که از این 5 تا کدوم یکیش بیشتر به تو میچسبه، کدوم یکی بیشتر خوشاینده برای تو. تو دوست داری مثلا ازت تمجید بشه، دوست داری بهت کادو بده، دوست داری مثلا سرویس خدمت کنه برات،
کدومی که از اینا بیشتره و خود اون شخص میگه چیز مهمی نیست. 99% وقتا میگه آره من دوست دارم کادو بگیرم. وقتی کادو میگیرم خیلی احساس خوب میبرم. وقتی که برام گل میاری احساس میکنم که خیلی خیلی مهمم. یکی از عزیزان صحبت میکردیم چند وقت پیش میگفتش که جدا شده بود از خانومش اینا و توی کش و قوس بودن. گفتم خب مثلا خب چی بود اینا؟ میگفت همش به من میگفته تو چرا به من گل نمیدی؟ گفتم خب چرا بهش گل نمیدی؟ میگفت وقتی که بهم میگفت که بهم گل نمیدی من خیلی بهم برمیخورد و اصلا نمیخواستم. میگفتم تا همینجوری بهش میگفتم، میگفتم تا یک ماه اصلا برات گل نمیخرم. و باز اینو تکرار میکرد، دوباره من میگفتم اوکی پس برای یک ماه دیگه اصلا گل نمیخرم. و این جالبه که پیغام های همدیگر رو بگیریم. میگه پیغام رو بگیر و پیغامبر رو رها کن. پیغام رو بگیر و پیغامبر رو رها کن. اگر ازتون خواسته که براش گل بگیرین، ایتس اوکی، گل میگیرین، چون داره به زبان عشقش رو به شما میگه. اگر زبان عشق همسرتون، شوهرتون تاچ و نوازش هست، دوست داره مثلا شونه‌شو بمالین، دوست داره مثلا دستشو نوازش کنین، دوست داره که یک رابطه عشقی خیلی خوبی رو داشته باشین در اتاق خواب، این داره زبان عشقشو به شما میگه، نه اینکه بخواین چیزش کنین، نفش کنین و مقاومت کنین در مقابلش. گوش بدین ببینین زبان ما به عنوان به صورت ساده زبان عشقمون رو خیلی راحت به همدیگه میگیم، منتها چون مقاومت میکنیم در مقابل همدیگه زبان عشق رو نمیشنویم. اون میگه ولی ما نمیشنویم. این نکته خیلی مهمیه که در نظر داشته باشیم. و اگر سوال دیگه، بله بفرمایید. پس این هستش که در نظر داشته باشیم خوبی خودمون رو میخوایم یا خوبی هر دوتامون رو میخوایم. To think about what's best for us or what's best for the relationship. Good question. Excellent question. Relationship is actually the ship of relation. کشتی روابط هست. بهش میگن relationship, right? Makes sense? That's a good imagery. کشتی روابطی مثل یک کشتی. کشتی بالا پایین میره. دیگه موج میاد، طوفان میاد، بالا پایین میشه. این روابطتون هر چقدر قوی تر باشه، هر چقدر بیشتر بتونین با هم دیگه ارتباط داشته باشین و ارتباطتون یه طرف نشه، گوش بدیم ما چی داره میگه. اگه میگه برای من گل بخر، اگه میگه برای من ببر منو بیرون شام، that's اینجوری داره میگه، این درخواستش هست دیگه، دیگه از این واضح تر نیست. ولی اگر شما به هم دیگه گوش ندین، در واقع رزیستنس باشه، مقاومت باشه، اونجا رابطتون هی از هم پاشیده میشه، هی فاصله گرفته میشه، فاصله گرفته میشه و از حالت مطلوب میرسه به نامطلوب. یه نکته خیلی جالب میخوام خدمتتون عرض کنم. توی همه چیز ما اول باید ست کنیم که what do we really want. من الان از شما میپرسم، سوال خصوصیه ولی خب میتونی همینجور جواب، هر جوابی داشتین بدین. شما از یک روابط، از یک رابطه چی میخوای؟ Respect. خیلی عالی. احترام. بله. Kindness. Caring. مهربانی. اهمیت گذاشتن دیگه. و someone that I can really rely on and they can rely on me. حمایت بشین در واقع. حمایت بشین. ساپورت میخواین. درسته؟ الان و reliability میخوام. اوکی. سوال دوم من اینه، آیا حاضرین همه این چهار تا چیزی رو که الان گفتین بدین توی یک رابطه؟ 100%. خب شما اول باید اینا رو بدین، بذارین، بعد همون رو میگیری. این خیلی جالبه به خاطر اینکه همین الان که من میگفتم چی خودم میخوام، اما من. خیلی کم فکر میکنیم خب چی باید what we have to put into it, what we have to put forward, and it's always thinking about what I want, what's going to make me happy. بله، متاسفانه همیشه همینجوره. What's in it for me? ما ذهنمون اینجوری چرخیده و همش تنظیم شده که what's in it for me. و هیچ وقت فکر نمی‌کنیم که چی بهش می‌ذارم. میگه کندی میگفته، گفته که از نگین که دولت برای من چی کرده، چی کار کرده، ما برای این دولت چیکار کردیم؟ برای همینجا هست، ما برای این ریلیشنشیپ چیکار میکنیم؟ آیا حاضرین همین چیزایی که ایشون گفتن، اعتماد، نمیدونم احترام، محبت، اینها رو بذارین تو ریلیشنشیپ؟ ما یادمون میره که ما باید اینها رو بذاریم که بتونیم چیکار کنیم، بگیریم. و تکرار کردن و یادآوری این یک در واقع یک امر خیلی مهمه برامون. یک چیزی هست که نشون میده که شما ارزش این 80% لذت‌های کل زندگی رو بهش ارزش گذاشتین و دارین این کار انجام میدین. وگرنه ارزش کار نمی‌کنه. خیلی هستن که اهمیت نمیدن،
50 60 سالشون هم هست، هیچ وقت ازدواج نکردن، هیچ وقت هم هیچ دوستی نداشتن و خب ارزش وقت نذاشتن، چیز نذاشتن، انرژی نذاشتن و پول نذاشتن، میبینی که هیچ اتفاقی نیفتاد. در همه این زمینه انرژیشون رو تو کار گذاشتن، خیلی تو کار موفقن اما تو ریلیشنشیپ خب برای چی؟ موفق نیستن. چون به کارشون ارزش قائل شدن. بله. ارزش کارشون بیشتر از ارزش یه ریلیشنشیپ بوده. Which is okay، اگر چویس شما این هست، انتخاب شما هست، but fine. ولی اونجا دیگه نمیتونین چیکار کنین؟ یه مقدار گله کنین که آخ خب زندگی من این نشد، شد، چرا من نسم همسر ندارم، چرا بچه ندارم؟ بخاطر اینکه شما چی اهمیتو گذاشتین یه جای دیگه. Which is okay. این انتخابتون بوده از اول و این انتخاب رو میتونین همیشه داشته باشین. در این آخرین 5 دقیقه برنامه‌مون یه راهنمایی یا پیشنهاد یا کمکی برای عزیزان که they have a breakdown in the relationship یا یه ناراحتی پیش اومده یا یه دوری پیش اومده. بله. اولین کاری که میتونن بکنن که to mend the relationship. بله. چی کار میتونن بکنن؟ What's the first step? First step is to meditate. مدیتیت کردن یکی از بهترین چیزاست، چون هر اتفاقی که برشون میفته در واقع یک پیغام روحی توش هست. اون پیغام روحی رو به همونجور که عرض کردم پیغام رو بگیر و پیغامبر رو رها کن. یک ریلیشنشیپ فقط ممکنه ایجاد شده باشه برای شما که پیغام بدن. پیغام ممکنه این باشه که کنترل رو رها کن. ما خیلی وقتا توی ریلیشنشیپ میخوام همدیگه رو کنترل کنیم. بله. بله. این یکی از چیزای بزرگی که باعث میشه ریلیشنشیپ از هم بپاشه. خیلی وقتا میخوام دیگری رو پلیز کنیم. هی میخوام اپرووالش رو بگیریم. هی میخوام مهر طلبی در واقع میکنیم. اون خودش ریلیشنشیپ رو میشکنه. و این چندین چیز مختلف هست که در برنامه آینده صحبت میکنیم در موردش، ولی نمبر 1 اینه که مدیتیت کنین، اجازه بدین ذهنتون خاموش بشه، مقایسه و قضاوت و محاکمه رو بذارین کنار. ما تو ذهنمون هی محاکمه میکنیم شخص مقابل رو که این بده، این بده، این بده، این بده، و میبینیم که از اون خط خارج میشیم. مدیتیت کنین، اجازه بدین ذهنتون خالی بشه و اجازه بدین که پیغام رو بگیرین. اون پیغام چی هست؟ هر رابطه‌ای که شما دارین در واقع it's a divine opportunity for you to find who you really are. تمام روابط ما طراحی شدن یک موقعیت الهی هست که ما پیدا کنیم، بفهمیم که کی هستیم و چی هستیم، و این در واقع بزرگترین درس زندگیمون هست که میگیریم. بزرگترین درس خورم از روابطمون میگیریم، نه از دانشگاه، نه از اساتید. بله. و چیزهای مختلف، و این رو توجه داشته باشین و ببینین که چجوری میتونین ایمپروف کنین از نظر روحی، از نظر عقلی و احساسی. تو هر رابطه شما هی ایمپروف میکنین و میرسین به مراحل بالاتر و بهتر. نه فقط رابطه رومانتیک، رابطه با دوستان، با همکارا، با فامیل. بله، در همه این روابط شما یک درهای جدیدی رو باز میکنین و این درهای جدید باعث میشه که همیشه ایمپروف کنین. میگه که learning is healing and healing is learning. یادگیری برای شما شفا میاره و برعکس میچرخه، شفا برای شما چی میاره؟ یا یادگیری رو مستعجل میکنه، یعنی تثبیت میکنه در واقع. This has been tremendously helpful. I learned a lot. I hope the viewers learned a lot and I hope they take this information and put it into practice. I certainly hope to do so. حالا بینندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. با تشکر از دکتر طایبی. خواهش میکنم. مرسی. تا برنامه دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقت خوش. آیا از استرس، افسردگی، اضافه وزن و یا حتی از ناراحتی های قلب و عروق رنج میبرید؟ من دکتر طایبی با بیش از 15 سال تجربه روش های طبیعی درمانی را برای سلامتی و بهبودی شما ارائه میدم. تلفن 905-508-6668. بالاترین ثروت شما سلامتی شماست.